بله بله خودم هستم، بفرمایید. وقتی شب آخو عزیز من برای چی زنگ میزنی؟ معلومه شارژ تموم کرده بودم. از کجا؟ بله، شما مطمئنید؟ بله تورج. یا خدا، خیلی ممنون آقا، قربان شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار. نصف شبی ما رو بیدار کردی. الو، سلام مازیار. گوش بده من چی میگم. تورج از زندان آزاد شده. چی میگه بابا؟ تورج آزاد شد چیه؟ میگه علکی و با کدوم پول آزاد شد؟ نه بابا، تورج آزاد شد. غفور نفهمه. ای وای، اسکندر، اسکندر، جانم آقا، صندلیتونو بیارم. نه نمیخواد، اینا رو جمع کنی زودتر. آقا اسکندر، پس سینی حلوا چی شد؟ شادی مامان سروش کجاست؟ وای مامان دارم گوشی مامان دارم تلفن حرف میزنم، خوشم نمیاد. خاله مرجان. خیلی خوب، اینا عوض میکنم حالا. تو خود از موقع نشیزی بر با تلفن حرف میزنی. مهری خانم، اون لاله زرشگیارم از تو انباری میاری بالا؟ نه نمیخواد چوله جون، من خودم آوردم گذاشتمشون تو سالن. آره. من کلید انبارو داری تو؟ از مهری خانم گرفتم دیگه. خدا شانس بده، حالا اگه ما بودیم. شادی ماما، رخت خوابتون رو جمع کردی؟ مهری خانم جمع کرد. خب این سینی حلوا چی شد؟ وای ماما، تو هم دانتل مشکیاتو بپوش دیگه. خسته شدم از برو دیگه. راست میگه. آره مرجان، بودو بر تو اتاق مامانینا اون قاب عکس خانوادگی دست جمعی رو بیار. تونک تورج هم هست. چی؟ میگم تونک تورج هم هست. تورج بهت گفتم انقدر این قضیه رو کشش نده. اینا فکر میکنن تورج رفته سفر. همون که گفتم قاب عکس دست جمعی خانوادگی. آره داداشم رفته سفر، اونم چه سفری. ایشالله قسمت همه بشه باباشو اینجوری بفرستدشون سفر. سامیار عزیزم، همیشه شما کارت درسته. این تو این باغ مدیریت امنیت کل فضا رو سپردم. ارسلان، ارسلان،
اینا چه مثل مور و ملخ هم بکردن اینجا؟ اینا همه دوستای منن، یه سری نیروهای آموزش دیده و خبره هم. برای چه کاری؟ برای پوشش و امنیت مراسم. امنیت کدوم مراسم؟ پدر بزرگ، مراسم امروز دیگه، سالگرد مامان مهین عزیزم. یه شب سال معمولی که یه عده پیرپاتر لب گور میخوام بیان بشینن بخورن بپاشن، امنیت میخوام؟ معلومه مهمون های امروز همه گنجینه هستن. بانو ماه طلعت میاد، والده آقا جواد صنف رینگ و لاستیک، سرهنگ اسماعیل خان ایزدی از دوستان هوانیروز، حاج آقا اکبر وسوقی رئیس کل صنف بلور از تیمچه حاجب و دوله میاد، و بانو گیتی زمان سبیه ایرج خان شریف. بعد اینا امنیت میخواد؟ آره این افراد همه چهره های ماندگارن. من از سامیار عزیز خواهش کردم تا با آرایش نظامی درخور مجلس فضا رو مدیریت کنه و پوشش تصویری و ماهواره مراسم رو هم به دستاش بگیر. برو اونا رو جمعش کن برن. جمع چیه پدر بزرگ؟ این بنده خدا تازه دارن وسایلشون رو پهن میکنن، ما خیلی هم نباید تو دست بالشون باشیم. مرجان، مرجان بیا ارسلان رو مدیریت کن. قرص زیرزبونیتون اجازه میدین بیارم خدمتتون؟ برو جلوی چشم ارسلان، برو. با کجا بودی؟ برو تماساتو ببین، 27 بار بهت زنگ زدم. من چیکار میتونم با تو داشته باشم؟ شعله تو به زنگ زدی؟ شعله من میگم اون یکی پیرهن تو بپوش. این خوب نی نشدی؟ وا این کیه کله سحری؟ قد کن ببینم کیه بدتر ما خروس خون بیداره؟ همون گوشی گوشی. مامان باز چرا اینو پوشیدی؟ مگه نگفتم دانتله رو بپوش؟ باز مانتو جدید تو پوشیدی؟ وا چیه شما مگه چه عیبی داره؟ خب جدیده دیگه. کجاش جدیده؟ از وقتی یادمون میاد تو همین تنته. میخوای سر عقد شادی ارسلان هم همینو بپوش؟ میخوای؟ مامان خوشم نمیاد هرچی بهت میگم کار خودتو میکنی. الان ببین بذار من خودم بهت زنگ میزنم. نه یه روز دیگه خودت منو بگیر. سرم رفت انقدر حرف میزنه. حالا اونو ول کن. ببین من چطورم؟ خوبم؟ یه قدم برو عقب خاله. مامان برو کنار. برو کنار دیگه، میخواد منو ببینه. یه قدم بیا جلو خاله. خب خیلی خوبه. این پاپاش هم خوبه، این سیندرلا. نه اصلا خوب نیست، خود داممش یه بهتره. وا همین خوبه دیگه. پای من چی بپوشم؟ من گفتم بذار من زور بیا من از دانشگاه انداختی. کی حوصله دانشگاه داره وا؟ زنگ بزن ببین باباتنا کجا. ما زیاد رسیدیم اونجا، جوگیر نشی. ما از تورج نه خبر داشتیم نه داریم. تورج بر ما یه غریبه یا جان خودم. بابا غفور اگه مرتفت بشه ما با تورج در ارتباط بودیم خونمون گردن خود بره. تو بند آب نده کسی چیزی نمیگه. من دهنم قرصه، من که تکلیف مشخصه، من زیر شکنجه هم دهن باز نمیکنم. فقط ببین اگر یه موقع حرف تو حرف اومد، اسمی از تورج اومد، من یهو حرفو عوض میکنم. میگم که مازیار خبر داری مهرابی رو قرار عوض بکنن؟ تو تعجب بکن بگو که تو از کجا میدونی کی قرار جاش بیاد؟ حرفو کلا بپیچون. تو از کجا میدونی؟ بالاخره من یه مخبرایی دارم، رابطایی دارم، خبرام میرسه حتی از زندان. مخبر داری؟ مخبرت هم دیدین. بله شما همه ناراحتیتون از اینه که من یه قدم همیشه از شما جلوترم. حالا جالا واقعا کی داره جاش میاد؟ جای کی؟ جای تورج، جای مهرابی دیگه. جانوز قطعی نشده، مشخص نکردن، ولی خب به واسطه اخبار و ارتباطاتی که من دارم تقریبا مشخصه که دیگه نفر بعدی کیه. نازی من یه خواهشی ازت دارم. الان رسیدیم اونجا، مرجان خانم، شعله، اگر یادی از تورج کردن، دلتنگ برادر شدن، خواهشن دل به دلشون نده، پای حرفشون نشین. من میدونم تو احساساتی هستی، شکننده ای. آقا مرد باش، یه ذره قرص باش، یه ذره خودتو کنترل بکن، صرف برخورد بکن. تو جلو ارسلان چیزی نگو، اون خودش واسه یه لشگر راسته. مثلا اونم دست برورده توی دیگه.
سلام بابا جان. سلام علیکم. حالش خوشه. حالش خوشه بابا. قربونتون برم. ببخشید شرمنده، هم ترافیک بسیار سنگین بود، اهمال بعضی‌ها مزید بر علت شد. آقا من دیشب شب خوبی نداشتم. اصلا درست نتونستم استراحت بکنم. یک سره این موبایل ما ور تماس غیر ضرور داشت زنگ می‌خورد. بازم ببخش. هر چی آدم ترسوی صلوات. اللهم صل علی محمد. آقا جورج، مازی شنفتی مهرابی داره عوض میشه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ اومده تورج، اومده تورج سیمکشه. آقا من نمیتونم پامو تو این خونه بذارم. آقا من نمیام تو. این چه جغد شومی بود روی بوم این خونه نشست. آقا من از وقتی مامان من رفته من خواب ندارم، خوراک ندارم، زندگی ندارم. ای خدا من چرا نبردی؟ ما الان بی کسیم، ما تنهاییم، ما چی چیز باید چیکار بکنیم؟ جب من نمیدونم جب چی ندارم. خدای من ببر. خدا من دیر کردیم. این سودیه چقدر پیر شده تو این یه سال. ای خدا شله خانم اصلا همسرتون. ای خدا این از اولشم بی احساس بود. من از اول غم این مادر خوردم، اینا هیچی نفهمیدن. من بابام اینو من پرورش داده، من اینجوری پرورش پیدا کردم. بابام هم احساساتی، ما هرچی کشیدیم از احساسات. عزیز من ناسلامتی رفیقی ما، تو به جایی که بیای کمک من بکنی نشستی اینجا آبگوره گرفتی. بس کن. بابا این پیر مرد کاسه عمرش پر شده بود، سقطی بود معلوم ریخت. ببین آقا این مردنی بود، از این تصادف هم نمرد، بی جهت و با جهت بالاخره میرفت. بس کن دیگه، بس کن. چقدر بیرحمی، چقدر من طاقت نمیارم، خیلی حالا مزه. من چرا بیرحمم؟ من کم گریه کردم. مرد که بی جهت آقا گریهشو خرج نمیکنه، قصتو نگردار. اگه الان نمیخوای گریهتو خرج کنی، بس کی میخوای خرج کنی؟ من گریهمو کردم آقا، ده روز گذشته از فوت بابام دیگه. رفت چکنم، رفت. اگه من کشتمش، رفت دیگه، مرد. منم که مشکیمو پوشیدم، خالی سپید داره فقط. آقا برو کن خراب نکن. خیلی دلم تنگ شده. جلال کی رسیدیم تالار؟ غذا رو دادن؟ به ما ندادن؟ چی دادن؟ نه، یک سال گذشته از اون ماجرا. الان شب ساله. جلال جان بس کن، امسال یک کمکی بده. من پامو نمیذارم داخل این خونه. من بدون مادرت نمیام تو این خونه. من نمیام تو. من بودم هفته پیش کباب سیخی میکنم تو آشپزخونه اینجا، بساط منقل و زغال رو انداخته بودم، سه سیخ کباب کوبیده رو با سیخش خوردم. خجالت بکش، همه کارا رو باید خانما بکنن. عزم کاری هست؟ شوری جان بیا بریم داخل. ببین دست شما درد نکنه جلال جان. بله شخصیت ندارم. چیا؟ خوش آمدی. خوش آمدید. بابا کارتون دارم. برو میام دیگه. اصلا بی جای من بابا.
همین الان موقعیتش دقیقه. آقا بفرما پذیرایی کنه خود بفرما خواهش جانم. آقا اینو به زهره برم زنگ زده گفته که دیر بیار اون پشت میکروفون که خیلی مقدم بود تا برسه. آقا من آمده ایشه ندارم. روز نکن خود جلال بروی خیلی مقدم بگو برای دیگه. بله بله چشم. ضمن خیر مقدم و عرض ادب خدمت همه میهمانان گرامی که از دور و نزدیک ما را در فراق دردان مادر زن عزیزمان همراهی کردند. تا سخنران مجلس تشریف فرما میشن جناب زرین قلم بنده دقایق رو در خدمت شما بزرگواران هستم. امیدوارم که بتوانید بنده رو تحمل کنید. امروز کنار هم جمع شدیم که در فراق مادرزن عزیزم که یک سال است به دیار باقی سفر کرده و در نبود یگان پسر شاخ شمشاد او که در سفر این دنیای فانی است مجلسی را برگزار نمایی. مادر زن فقط یه فرقی با مادر من و شما داره. اون اینه که شما مادر خودتو خودت انتخاب نمی کنی ولی مادر زن تو به شخص خودت انتخاب میکنی. به به مزهزه فرمودن جناب آقای میر احمدی قدم رنجه فرمود بانو تاج بخش بفرم خواهش بگم از خود پذیرایی بفرم. مامانی مامانی جای تو خالیست به کاشانی ما. مادر زن ارسلان برو هم جلال بگو دیگه بسته. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ در شهر وظایف من نیست. مادر زن شهر وظایف چیه؟ شمع این محل. من حوزه عملیاتیم رسیدگی به مهمون هاست. میزبان ها به عهده اسکندر مهری خانم هستم. برو عزیز من برو آقا برو محترم برو بهش بگوید بگم برو. چه حیف شد و چه زود رفت و چه ما را این گونه سیاه پوش کرد. ما زمانی که مادر زن ما از دست دادیم واقعا درک نکردیم. الان بعد از یک سال حس این رو داره که بخشی از اعضا و جواهر من نیست. خیر مقدم عرض میکنم خدمت بانو سودی تحسین که مجلس ما را مزعزع فرمودید. خیلی خیلی خوش آمدگویی میکنم. بفرمایید خواهش میکنم در بشین اینجا عزیزم. ما ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه سوختیم. بطورم بشین اونجا گریه نکن. گداختیم ریختیم این غم. این نخو چه تای پیازه یا سر پیازه نشسته صدر مجلس بچه هم بلند کرد. وای چی میگی یا نمیدونی این خانم عزیز دردونه ای داییشه بانو کرچ بلوک مارلین دیتریش. نگاه چه ریختی کرده اومده. چی آویزون کرده تو صورتش؟ عروسی ملکه انگلستانه. پرده رو بزن کنار نور بیاد. بلا به خدا قیافه‌ای هم نداره. کاش باشیو شام بتوان پر کرد از بوی تو. ای شب بوی شبهای بی بوی من کجای ای من من کجای ای من تا جانی دوباری بخشی این من را. بی تو این من توهیست هیچ است پوچ است. با تو این من من است. آری با تو هم ای مادر زن من ای خود من ای من من ای نه منم نه من تو هم ای تو منی نه من نیم. به به به
مجلس امروز ما ستاره بارانه. حس کردم پیرمقدم عرض بکنم خدمت خانواده محترمه براتلو که همکنون تشریف حضور رو هم رسوندن. مجلس ما رو مزین فرمودید، مخصوص آقازاده گرامیشون تمرز خان عزیز دل، عزیز دل هممون، هر دم از این در گلی وارد میشد. جانم میشه شما اسامی ریز درشت فامیلو با عربه و شجر نامشو تو بوم کرا نکنین؟ از کن دست بگیری رجز خودی رو، اینجا شده مجلس خوندن سیاهی ایل و تباره. من این که من چشم دیدن نصفش رو ندارم. بیاموش ارواح متحرک که از کوچیک و بزرگشون از اول عادت به میراث خوری داشتن رو دارن. کجاست این زر خلم؟ نمیدونم آقا، من که خدمت شما بودم. به 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 به، مجلس ما رو نورباران کردی. نوربارانه یا گلوله باران؟ ترکش نخوریم خوبه. بابا به افتخار خودتون بزنید میوه ها رو بر بدن. امیدوارم روز شما و عزیزانتون باشه و ما لیاقت این رو داشته باشیم که جبران زحمت بکنیم و در مراسم شما شرکت نماییم. من بسیار خوشحالم که چشم ما روشن باشه، گلستان تکمیل شد، عزیز سفر کرده ما بازگشتن. مادر جان کجایی؟ ببینید تورش برگشته. سلام مرد، عجب بدی تا یه بابونت برم یه نزه پاشو. مایه ننگ چجوره سلفتونی برگشت؟ آقا جو خوبیت نداره جلو مردم. خوبه بگل نشسته مادرت مردم هن میل کنم. غفور خان مشتاق دیدار بودیم بعد از این یه سالی که دستبند زدیم دست ماما رو انداختیم تو الفتونی. تو این 70 سال عمرم درست این کاری که انجام دادم این بود که تو رو انداختم تو الفتونی. 74 سال بشتر کی شیر مال دی که تونستی از 7 در بری؟ خاطرخواه زیاد دارم، فقط برای شما بچه سر رایی. باید انگوشتام به شما یکی شم نشده باشه. تو دیگه قافله راستنم بدتری. دخترم احوالشون تو زبون به دهن بگیریم میگن لالی شده. یه سال منو ندیدم، این چقدر شکسته شد از دوری من. یه ذره اینجا هاتم چی افتاد، حالا میریم دکتر. اصلا دایی چطوره؟ آی صدای دایی میاد. خب خدا رو شکر بچه تون یه سال تغییر نکرده جلال جان. عزیزان بفرد از خودتون پذیرایی بفرد بفرد خواهش بکنم. دایی دایی چرا نگفتی من بیام فروشگاه دنبالت؟ دایی دیگه زندگی اومد. راست میگی، شما میدونید من تو این چند ماه چقدر خوشحالم؟ زندگی نیومدن نروژ موندم. میگم زندگی اومد دنبالم. آها فهمیدم، ازدواجی راه دور مکاتبه ای دیگه. دایی شما چرا ایمیل های منو جواب نمیدادی؟ اون عکس کتونی سفیده رو که واسه تون فرستادم رو دیدین؟ دایی من برم کار دارم. دایی زنده ای کجاست؟ دمه در منتظرمه. به به دومادای عزیز، شما که الان پایین بودین، چه سرعت عملی، جاگیری هم کردین؟ نه ما زندر نتونه سر آدمت کنه؟ البته 90 سال هم نمیتونه آدمت کنه. نه فرمایین غفور خان، هرچی یاد گرفتیم زیر سایه شما بوده، درس پس میدین. من به تو یاد دادم مال اموال بابتو بالا بکشی؟ مفت بخوری؟ یه قلب آبم روش؟ حالا خوبه هرچی به من داد دو برابر چکشو گرفت، چکاشم برگشت زد، تازه چک اضافه هم ازم گرفت. چی داره میگه؟
میگه حالا خوبه هرچی پول به من داده ده برابرش چک گرفتی از من، چک اضافه‌ام که شما گرفتی ازش. چک دلیل وضعمون اینه، یک بار دیگه اتفاق بیفته بازم میندازم به زندان. آقا جون شما کوتا بیاین، من باید بفهم که این مار خوشخط خار چجور حبس و پیچونده. من که گفتم خاطرخواه زیاد دارم، مثل شما نیستم که یه خاطرخواه زورکی داشته باشم اونم بپیچونم. من یه خاطرخواه داشتم اونم تو خاک خوابیده. بابایی بابا غفور پدر سینه سوخته. بابا جون جریان چیه؟ تورت چی میگه؟ عزیزم جدی نکنید ماجرا رو. از قدیم گفتن پدر و پسر دعوا کنن ابلهان باور کنن. آقا جلال شما یه دقیقه ساکت حرف نزنید، بحث خانوادگیه. بابا تورت راست میگه؟ تو از بچگی یه روده یه راست تو شکمین دیدی؟ اتفاقا این روده که الان دارم ازش حرف میزنم راسته راسته. شما فکر کنید برای چی من انداخت تو حبس؟ پول؟ پول بهونه بود، پوشش بود. مزخرف نگو. مزخرف میگم، خوبم مزخرف میگم. این بابا غفور سینه سوخته فقط دو ماه بعد از فوت مادرمون قصد تجدید فراش. درسته جلال جون فراش؟ بله قصد تجدید فراش داشتم. وقت من فهمیدم خواستم بیام به شما بگم که بعدم من فهمیدم که آقا به حسابدار تالار قرارمدار ازدواج و سفر اروپا رو با هم گذاشتن، بعد با زد و بند میخوان منو بپیچونن. عزتی و؟ بله عزتی همون قد بلنده چش درشته است؟ لال شو شما هم که اسکن همه رو داری جلو جون، یه لحظه شروعش نکنین. غفور خان شما قصد داشتی با یه دختر 30 ساله آفتاب مهتاب ندیده؟ در سن 75 سالگی باشه، عذرخواهی میکنم 74 سالگی ازدواج کن. آک تو سرم شد بابا، شما نبودی میگفتی منم اگه مامانتون بره میرم، منم میمیرم، ال میشم، بل میشم، کوچ میکنم. یا بگویی اتفاقا برای پناه بردن از همون کوچ رفتن دنبال پرستار. بابا فقط نگو که خانم آینه چی بوده. خانم ادهمی سوری خانم، هما خانم. آفرین خواهر باوشم. ولی هما خانم نه، دخترش خدا خانم. دیگه بدتر. آقا برای چی شما روی این قضیه اینقدر حساس شدید؟ حالا چه ایرادی داره ما هم بعد از سالها بتونیم صاحب یه مادرزن سالم سرپا سرپنجه باشیم؟ جلال مادر که رفت، مادر فوت کرد. جلال جون شلوغش نکن، قشنگ میدونم کی آمار بیرون اومدن منو به شما داده، شما هم آمار منو به اینا دادین. اینا دروغه، اینا افتراییه. شما در این فضا رو گلالود میکنی، من به جد این قضیه رو دارم تکذیب میکنم. جلال کی به تو خبر داد؟ من اگه از قبل میدونستم که این جرأت داشت پاشه توی کوچه بذاره. تو دعوا یکی یه چیزی میگه. ساکت تو خوشحال که جربی. جلال بله آقا، به من گفتن ولی واقعا من باور نکردم. آقا من شاهد دارم، من شاهد دارم، آقا این پیش من بوده. آقا من باور کردم. انجام اولاقی هایه یه بوش خائن دروغگو مزدور زندگی منو گرفتن، دوده بارتونه به باد میدم، از ارث محرومتون میکنم. همینو میخواستم. خواهرا دامادا بابا غفور، بابا غفور خواهرا دامادا، به زندگیتون برسید. منم میرم به کارم برسم. خودتون رو بشناسید. Bye.
میگم چه حیف شد تو تشریف نیاوردی. ارسلان عزیز. دایی عزیزم. دایی جون من شب حتما تو مهمونی شما رو میبینم. سوغاتیامو همونجا ازتون میگیرم. کدوم مهمونی؟ مراسم نامزدی امشب دیگه. دایی من فقط خیلی خجالت کشیدم، شرم کردم از زندایی بپرسم. اون کتونی سبز متالیکه رو که تو ایمیل عکسشو براتون فرستادم، اونو برام خریدین دایی؟ بله بله، اتفاقا بغلاشم طلایی داره. تو اون اشکال نداره. اورجیناله دایی؟ دایی همیشه همه چیش اورجیناله. فقط ارسلان دایی شب تو با من هماهنگ نکردی نمیای. من با زندایی هماهنگم، ازشون لوکیشن گرفتم. برید به سلامت. دست زندایی درد نکنه با مهمون دعوت کردنی. برو برو پیش باقر. به سلامت. شما زنده یه کاری داشتین تعارف نکنید، من حتما بگید من شب خودمو میرسونم. برید به سلامت. شادی عمو بچه رو ببر تو بخوابون. ببر سرما میخوره. خدای همشم خودشو میزد به موش مردگی. دختر نیم وجبی نصفشم زیر زمینه. همچی زیر زمین هم نیست، نصفشا نیم وجب هم نیست، یه سر و گردن تو بلندتره. بابا چی دارت میگی؟ دختر بدی هم نیست افرک. میخوای هوو بیاری سر من؟ بگو خجالت نکش. یا نه نکنه گرفتی این زن رو گرفته مرجم بروی خودش نمیاره. آره خواهر من، ما از اولش هم شانس نداشتیم. ارسلان چی کار میکنی؟ اون گلدونا رو نندازی. میری خانم چرا بل نمی کنه بره؟ اینا همچین شور گرفتن انگار فردا پاتختیه. البته پاتختی هم هست، پاتختی این باجن آقاست. نیست که شما همشه با هم جیک و پوک دارین، ما هم که خبر نداریم. آقا بازی ها نکنه شما هم دارید ما نمیدونیم. بالا غیرتم وسط دعوا داغ باطل به پیشونی من نزنیم. اون چشات از کاسه قلوپی در میارم بیرون. تو چرا حرف نمیزنی؟ سکوت نشانه رضاست. فقط به من بگو گرفتی یا میخوای بگی؟ آها بگو پس چرا هدا خانم امروز تشریف نیاورده بودن؟ نه اتفاقا اومده بودن، اون انتهای مجلس نشسته بودن، من این بالا نه که مشرف بودم دیدم نشسته اون ته. یه لحظه جلال جان، شما زبون سنگینی میکنه تو دهنت بعضی وقتا. داره چی؟ آخه هی میاری بیرون بادش میدی، خب هیچی نگو دیگه میمیری. بفرمایید، یالا شب بخیر. بفرمایید. خسته نباشید، خسته نباشید. بیایید. میگم این پسر قاتل جور منه، میگم از یه لشکر دوز خطرناک تره، میگم خنجر از پشت میزنه. بگید نه. حالا چی شده مگه پدر؟ چی شده؟ آمار حبسش دارید؟ بعد نمیدونی چه نقشه‌ای برای من کشیده؟ یا میدونید و نمیگید؟ نقشه کش و لاپوشونی که تو مردای این فامیل مصریه بابا جون. آقا شما بفرمایید چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ ما نمردیم که جلوش میگیریم. خودم جلوش میگیرم، ولی شما باید برین پی این پسر ناخلف تا منو بیچاره نکرده. حالا چی کار کرده این پسر ناخلف بزهکار بابا جان؟ تون شلوغی اومده دفتر دوم حسابرسی من کش رفته فلنگو بسته. شما هم ساده این فکر کردین سال مادرتون اومده؟ نه دیگه اینطوری هم نیستش. تو همون فرودگاه که جلبش کرده بودن قسم خورد گفت بچرخ تا بچرخه، امروز هم همینه میگفت. نشست نه ما برای من نقشه کشید. اگه مار تو آسیل پرورش داده بودم اینقدر نیشم نمیزد. بابا جان شما هم کم نیشش نزدی یا؟ اینم یه مار دیگه. وا. یه سری قاتل جورم جمع کردم دور خودم. هیچ کاری نمیتونه بکنه، پدر و پسریه، میگذره میره. آقا این بچه سر سفره شما بزرگ شده، نون نمک شما رو خورده. والا پدر که به پسر رحم نکرد، دیدیم دیگه. این پسره همین شنبه دفترو این برای اداره مالیات منو بیچاره کنه. شما دوتا همه امشب باید پیداش کنید. چطوری آخه؟ شما که از زندان خبر دارید خبر نمیدید، حتما الانم خبر دارید لو نمیدید. آقا جلال با شما هستم. بله بله خیالتون راحت باشه، من هستن افراد و عزیزانی که بالاخره بر من خبر میارن مخبرن. من بلیتمو اینجا خرج نکنم برای شما کجا خرج کنم؟ باز این چهارتایی اومد. شما اون رابطه قبلیتون تو زندان آدم فروش از اوب در اومد، احتمالا رابطه قبلیتون به تورج نرسیده. چی میشه ما رو میفروشه؟ نگو نگو. به به آقا ارسلان. پدر جان سویچ ماشین رو میخواستم ازتون بگیرم. بر چی؟ کجا حاضر به یراق زین کردی بازم؟ نامزدی دایی در خانه زندایی. کدوم دایی؟ دایی تورج دیگه.
کدوم زنده ای؟ زنده ای سپیده. بفرمایید تحویل بگیر. ببین چتش کجا پهن کرده. نگران نباشی. یه هفته نشده گندش در میاد. شما هیچ جا نمیری؟ دایی زندایی مندایی نداری؟ ما بهت بگم من خودم دیدمشون، ما با هم گپ زدیم، من امشب دعوتم. کجا دیدیشون؟ ما چرا ندیدیمشون؟ داخل بودن؟ عزیزم یه عکس از زندایی نشون عمو بده که بشنسه. پاشو پاشو برو لباس عوض کنم. کدوم زندایی؟ کدوم نامزدی؟ بچه ای ساده من. این پسر هنوز از راه نرسیده بچه رو سر کار. من قول دادم رو حرف من حساب باز کردن، گفتم برم سوغاتیامونم بگیرم. به پای چیزی ازت نکنه، سوغاتی پیشکشش. شما دوتا آدرس از این بچه بگیرید بدید سراغش. میخوایم بذاریم فردا بریم ها؟ این پسر هفت خط برمیز فردا کجا هست؟ یه جا بند نمیشه که، همین امشب. بله بله آقا خیالتون راحت باشه، ما میریم امشب. میری میری میریم امشب. میری میریم امشب. میری ما میریم امشب کتبسته میاریمش، بیا دستبوس شما آقا. باشه اینجا نظر ها، شما هم اضافه کاری نکنید، فقط دفتر این قصه رو درز بگیرید، برنش بینید دنبال خونه و زندگی کارتون. منم خیلی خسته شدم، امروز یه سال برای من گذشت. پاشیم جمع کنیم بریم، یه وقت خدا خانومی، ندا خانومی، سارا خانومی، نینا خانومی، کسی نخواد بیاد ما مزاحمت ایجاد کنیم برای بابا جان. نینا خانوم کدوم ها بوده؟ رو رو برم. همینه پلاک. چه بریزی به پاشی کرده زندایی برای این دایی شورک؟ همش تو آشیه یا برو بیا پایین سری برو پایین. بچه زرنگه این، بفهمه ما الان پایینیم در بره میره. خب الان میریم بالا چی بگیم؟ ما میریم بالا چی بگیم؟ نمیخوای دست برداری از این کارا؟ نمیخوای یه ذره با خودت صادق بشی؟ نمیخوای یه رود راست و شکمت داشته باشی؟ آقا دست بردار، چرا انقدر دروغگویی تو؟ دروغ میگم؟ میگم بریم بالا چی بگیم جلال؟ اینه به واقعیت میریم میگیم بدون کم و کاست میریم میگیم عزیزم اومدیم دنبالت ببریمت بابا داشتی کنی. چه ایده درخشانی، چه خوب میشه این دوتا رو آشتی بدیم. ما میتونیم این دوتا رو با هم آشتی بدیم؟ ما عرضه این کار رو داریم؟ این اعتماد به نفس از کجا آوردی؟ چقدر تو ساده ای لو. برو بالا. میریم بالا چی بگیم؟ یالا برو. جان من خوبم. دامادای عزیز خیلی خوش اومدین. اینطوری عروس هم میفهمه من بی کس و کار نیستم. برین خودت وزیر. آقا مولا خیلی داره مؤاخذه میگیره. خوشت اومده ها؟ کیف کجاست؟ اینجا کجاست؟ عرض خانم کجاست؟ سفیده کجایه؟ بجالت بکش، نمار کیف بگرد. جلال جان نیام را خدمت عزیزم. بابا اینا جیبونن، ما هم جیبون بودیم. اینا جیبونی میکنن، ما هم جیبونی میکنیم. بابا هر چیزی یه اصولی داشت، یه قاعده‌ای داشت، رسمی داشت. من درش نمیکنم واقعا. این شهر نوشیدنی میخوری؟ آب میل بیارم برا؟ نه بخورتم. به بهونه خیلی اتفاقای مهم زندگیمون، از خوشی و ناخوشی، تولد و مرگ، شروع و پایان هر چیز، همیشه دور هم جمع میشه و مراسم و مهمونی میگیریم. کنار هم بودن بهونه ایه برای تقسیم شادیامون و غمهامون که با هم هستن. شاید خیلی اوقات فقط بر حسب وظیفه باشه و ناخوشایند، شاید خیلی اوقات به اجبار باشه و با اکراه و خیلی اوقات هم از صمیم قلب. ولی اینو میدونیم که اونایی که به مراسم و مهمونی دعوت میشن
بچه اونایی که ما رو به مراسم مهمونی دعوت میکنن در پی یه چیز هستن، همدلی و همراهی و احترام. پس چه خوبه که همیشه این چرخه رو زنده نگه داریم و همدیگر رو در بهترین و بدترین مراسم و مجالسمون تنها نذاریم. البته من که اینا رو نمیدونم، شما که بزرگترید. هوا ابر مهم نیست، بزن بیرون دوباره، لذت ببر از هوا، بارون بذار بباره، حال دلت مهمه، بخند امید همینه، همیشه بعد تلخی یه اتفاق شیرینه. دستاتو وا کن، عشق و صدا کن، تغییر کن بسه، مثبت نگاه کن، نظر دنیا با تو بازی کنه، به دل تنگی تو رو راضی کنه، هوا رو عشق، خدا رو عشق، امروز گذشت فردا رو عشق، زندگی کلا همین یه باره، یه حس مثبت چاره کاره، قصه نداره، خوشبختی و حس کن، تکرار کن که همینطوره، قصه دیگه هیچ وقت نمیگه حالت چطوره، خوشبختی و حس کن، تکرار کن که همینطوره، قصه دیگه هیچ وقت نمیگه حالت. وقتی خواستی باید که رو پات دیگه واستی، شکی ندارم که میتونی، چرا دیگه دل نگرونی، را تو پیدا کنی بردی، اگه به ترسی کم آوردی.